خب دوستان عزیز و نازنین، امیدوارم هر جای دنیا هستید دلی شاد، مغز جوان، تنی سالم داشته باشید. خبرهای بسیار خوشحال کننده ای رو شنیدم در دیروز و پریروز، اینکه آقای اسماعیل هنیه در تهران از طرف نیروهای اسرائیلی ترور شد. همچنین اینکه فرماندهان نظامی حماس هم در بیروت مورد حمله قرار گرفتند و کشته شدند و چندین عملیات دیگه که موساد انجام داده و قسمت‌های مهمی از اون ساختار تشکیلاتی و ساختار نظامی و تروریستی حماس و حزب الله رو مورد حمله قرار داده. ببینید، من پیشا پیش نظر خودم رو بدم، از کشته شدن اینها بسیار خوشحالم. من به حق فلسطینی ها برای تشکیل دولت مستقل معتقدم. فلسطینی ها هم حق دارن که دولت مستقل خودشون رو داشته باشن و حق دارن که در صلح و صفا در کنار سایر ملت های دنیا زندگی بکنن، ولی اگر قرار باشه تأسیس دولت من بر روی خراب کردن زندگی تو باشد، این به دور از شؤونات انسانی است. اگر قرار باشه فلسطینی ها بر اساس این که اسرائیل رو از صحنه روزگار محو بکنند بخوان دولتی رو تشکیل بدن، این به شدت تضاد داره با اون چیزی که در ذهن من هست. بالاخره اسرائیلی ها هم یهودیان هم حق دارن و اون سرزمین در واقع، به سری قبل هم صحبت کردم، یک بار دیگه هم در این رابطه صحبت کردم، ما بر اساس چیزهایی که در تاریخ داریم، ما دو سه تا روش برای مالکیت یک سرزمین رو داشتیم. یکی این که آبا اجداد شما اونجا رو آباد کرده باشن که بر اساس تمام شواهد تاریخی و شواهدی که در کتاب‌های مقدس هست، اون سرزمین سرزمینی هست که یهودیان درش بودن، هرچند احتمالاً عرب هم درش بودن، ولی یهودیان هم یکی از کسانی بودند که در اون سرزمین رو آباد کردن. حالا یا بر اون اساسه، یا بر اساس این است که مسلمان‌ها اعتقاد دارن برش، بر این که ما با فتح اون در دوره مثلا خلیفه دوم حضرت عمر و یا بعد از اون مثلا در دوره صلاح الدین ایوبی یا در دوره های بعدی با فتح شمشیر، به اصطلاح با زور شمشیر اونجا رو فتح کردیم. به هر حال اگر به این شکل هم اون سرزمین به مسلمان ها تعلق گرفته باشه، بالاخره یهودیان هم با فتح و شمشیر اون سرزمین رو دوباره پس گرفتن و اگر اون حق بر مسلمانان واجب روا باشه، بر یهودیان هم رواست. حالت سوم این است که شما یک سرزمینی رو بخرید و درش زندگی بکنید، یک خانه رو بخرید، یک زمینی رو بخرید، درش کشاورزی بکنید یا درش زندگی بکنید، و یهودیان قسمت‌های زیادی از این سرزمین‌ها رو با پول خریدن از مسلمان‌ها، و مسلمان‌ها اون موقع نباید می‌فروختن اگه خیلی طمع‌کار نبودن. الان که فروختن دیگه نمیتونن به زور پس بگیرن. این حالت سوم. در حالت چهارم هم یک حکومت دموکراتیک در اونجا حاکم است و بر اساس هر چند ممکن است اختلافات زیادی وجود داشته باشه، هر چند ممکن است در اونجا هم بیقانونی هایی صورت بگیره، ولی در اونجا باز هم راهی هست برای اینکه رجوع بکنیم به قانون و از طریق قانون بتوانیم مثلا حقوق خود رو ساکنین اونجا طلب بکنن. مثلا چند روز پیش، دیروز یا پریروز بود، در اخبار بود که تندروهای راست افراطی حمله کرده بودن به یک پادگان ارتش، برای اینکه در اون پادگان ارتش چند سرباز اسرائیلی نیروی ذخیره، به دلیل اینکه احتمال اینکه به یک اسیر فلسطینی شکنجه کردن و بهش بی‌حرمتی کردن و احتمالاً بهش سوء استفاده جنسی ازش کردن، قرار بود محاکمه بشن و این نیروهای دست راستی میخواستن سربازها رو حفظ بکنن و میگفتن که ما در جنگ هستیم و نباید سربازهای ما در این شرایط محاکمه بشن. خب کشوری که انقدر دموکرات هست که نیروهای در حال جنگ خودش رو هم میتواند محاکمه بکند، از زمین تا آسمان با دولتهای مسلمان در دموکراتیک ترین حالتش هم زمین تا آسمان فرق داره. یعنی شما دموکراتیک ترین کشور اسلامی رو اگه در نظر بگیرید که
فکر میکنن دموکراتیک در این کشور اسلامی در حال حاضر ترکیه باشه، در ترکیه هم شما همچی چیزی رو نمیبینید. شما در ترکیه، ما هفته قبل یه تعداد از کردها رو بازداشت کردن به این دلیل که رقصیدن، ولی در اون حینی که میرقصیدن موزیکی پخش شده که موزیک سیاسی بوده. حالا کسایی که اونجا موزیک سیاسی گذاشتن و رقصیدن بازداشت شدن. حالا اینکه پلیس ترکیه یا اینکه ارتش ترکیه چه جنایاتی مرتکب میشه، آیا به دادگاه کشیده میشه، شما خودتون میتوانید این رو در نظر بگیرید. خب ایران رو هم میتوانید در نظر بگیرید. حالا بریم سر مسئله ترور آقای اسماعیل هنیه. اسماعیل هنیه یکی از سران حماس هست. حماس به اصطلاح گروهی هست که تشکیل دولت فلسطینی رو در کنار دولت اسرائیل به رسمیت نمیشناسد و معتقد است که باید اسرائیل نابود بشود و دولت فلسطینی در اونجا پا بگیرد. یعنی با هر حالتی باهاشون مذاکره میشه، هر امتیازی بهشون داده میشه، اینا معتقدن که تا اسرائیل در صفحه روزگار حذف نشه، اینا نمیخواهند که دولت فلسطینی رو هم برقرار بکنه. حالا جناح به اصطلاح مدرن فلسطینی ها که در اون جبهه متحد فلسطینی ها بود، اونا به رهبری یاسر عرفات قرار بود که دولت فلسطینی رو تأسیس بکنن. اون مذاکرات اسلو به اون نتیجه رسیده بود که دو دولت در کنار همدیگه برقرار باشه، ولی متاسفانه تندروهای حماس و تندروهای اسرائیلی، دست راستی های اسرائیلی مانع از این شدن و تا الان خونهای بسیاری ریخته شده در این رابطه. آقای اسماعیل هنیه و جناح حماس و جناح حزب الله خونهای بسیاری ریخته. خونهای بسیاری را از اسرائیلیا ریخته، از ما ایرانی ها ریخته، به دلیل اینکه قسمت اعظمی از نیروهای سرکوبگر و نیروهای به اصطلاح در هنگام سرکوب جنبش‌های مردمی رو اینا تشکیل میدن. شما خودتون از نزدیک میدانید و میبینید، ما اون موقع که بودیم میدیدیم. قسمت اعظمی از ترورهایی که در خارج از ایران صورت میگیره از مخالفان این گروه‌های حزب الله و گروه‌های حماس دارن انجام میدن. گروه‌های تندروی عربی که از ایران دارن پول میگیرن دارن این کارا رو انجام میدن. و در تجارت مواد مخدر شما خون بسیاری از سوری ها الان بر دستان این هاست و اینها خون بسیاری از این مبارزان سوریه‌ای رو که بر علیه بشار اسد قیام کردند رو ریختند و یکی از کسانی هستند که با پول ایران دارن حکومت بشار اسد رو حفظ میکنن. به هر حال گروه هایی هستند که دست خونینی دارن، بسیار جنایت کردن و بسیار هم آماده اجرای کارهای شنیع هستند. در هفته اکتبر هم که شما احتمالاً در جریان هستید، احتمال بسیار زیاد که بسیار بسیار با خشونت و ناجوانمردانه و به دور از انسانیت به خردسالها، به زنان و بیگناهان هم رحم نکردن. به هر حال هنیه به سزای اعمالش رسید، امیدوارم که اسرائیل بقیه رو هم تنبیه بکنه، بقیه کسانی که در ریختن خون انسان‌ها نقش داشته. ولی این ترور هنیه در تهران تأثیرات بسیار زیادی داره. اینکه شما در تهران نتوانستید امنیت مهمان بلندپایه خودتون رو، مهمانی در سطح اسماعیل هنیه رو بتوانید در تهران، اون هم در مرکز قدرت جناب آقای خامنه ای نتونسته این امنیت رو حفظ بکنه، بسیار بسیار جای تأمل داره. اینکه اسرائیل در یک ساختمانی که ممکن است چندین نفر دیگه هم از مخالفان دولتش وجود داشته باشن، فقط اسماعیل هنیه رو مورد حمله قرار بده، چند نکته داره. یکی از نکاتش این است که من یک مفسر اسرائیلی رو شنیدم که میگفتش که اسماعیل هنیه دوست داشت این مذاکرات صلحی که در جریان هست به نتیجه نرسه، سریعتر یه مقدار زمان ببره و اون کسانی که در شاخه نظامی هستن بیشتر به اصطلاح موضوع رو طولانی تر بکنن که بشود امتیازات بیشتری گرفت، در صورتی که کسانی که شاخه نظامی رو در دست دارن میدانن که دارن با جان
به اصطلاح با جان فدایی دارن زمان رو جلو میبرن و اونا خواهان صلح بودن و خواهان معاوضه اسرا. اگر این درست باشد، اسرائیل با این ترور، با این حمله که ترور من نمیتونم بهش بگم، بهش میتونم بگم با این به اصطلاح قتل هوشمندانه، باعث شده که گامی به سمت صلح بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها در غزه پیش بره. احتمالاً در مدت کوتاهی یک مقدار آب و هوا غلیظ خواهد بود، یک مقدار سر و صدا بالا خواهد بود، ولی اگر ایشون واقعا دیدگاه ضد صلح داشتن، با این حرکت به سمت صلح و به سمت آرامش پیش خواهیم رفت. اسرائیل همزمان در لبنان هم در بیروت هم فرمانده نظامی، یعنی به اصطلاح نظامی میتوانیم بگیم رئیس ستاد کل ارتش به اصطلاح حزب الله رو از بین برد. کسی که نزدیک 30 سال از آمریکایی هم دنبالش هستن، 5 میلیون دلار جایزه برای سرش تعیین شده، اون رو هم کشت. پس اسرائیل نشون داد که هر وقت بخواهد در هر کجایی که بخواهد میتواند کسانی که به مردمش آسیب زدن رو تنبیه بکنه. این درس بزرگی هست. این نشون میده که خب دولت اسرائیل هم مثل همه دولت‌های دیگه ممکن است روزی در جایی اشتباهی بکند و رخنه‌ای به جامعهش اتفاق بیفتد و آسیبی به مردمش رسیده باشه. هر کسی میتواند اشتباه بکند، ولی این رو به تمام دنیا ثابت کرده در تمام تاریخش از اون دوره‌ای که تأسیس شده که هر کس به ملتش آسیب برسونه بالاخره سزای اعمالش رو خواهد دید. این رو در به اصطلاح در تعقیب کسانی که در به اصطلاح اون نسل کشی آلمان نازی بودند اثبات کرد. بعد در جایی که در المپیک مونیخ اومدن ورزشگاه اسرائیلی رو کشتن، ورزشکارا رو کشتن، در کشتن و در از بین بردن عاملان اون حمله هم نشون داد که این کارو میکنه و الان هم در مسئله غزه باز هم در مراحل گذشته هم همینطور این کارو کرده و معمولا هم ثابت کرده که حتی اگر سالها از این دوره بگذرد اون کسایی که در این کار نقش داشتن رو تنبیه خواهد کرد. امیدوارم فرماندهان سپاهی هم که در این رابطه نقش داشتند اونها رو هم تنبیه بکند و اونها رو هم از سر راه بردارد. ما بیشتر دوست داشتیم که سر مار رو از بین ببره، ولی متاسفانه خب منافع اسرائیل با منافع ما احتمالاً هماهنگ نباشه دقیقاً و اونا جوری باشن رفتار بکنن که به منافع خودشون نزدیکه و ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که اونا برای ما بجنگن. ما باید خودمون برای خودمون بجنگیم. ولی اینکه اون وزارت اطلاعات، اون اطلاعات سپاه، اون 17 ارگان امنیتی سپاه پاسداران با این همه هات و هوت و در داد و بیداد نتونسته در تهران مهمان عزیز خودش رو به اصطلاح حفظ بکنه، نشون میده که نیروهای امنیتی ما فقط و فقط شعار میدن. یه عده انسانی بیگناه رو میگیرن، با شکنجه مجبورشون میکنن به اعتراف کردن در مورد جرمی که نکردن. کسانی که کارهای کوچیکی کردن، مثلا روسری از سر برداشتن، چه میدونم شعری گفتن، چه میدونم شعاری دادن، برای اینا شده جرم بزرگ، برای اینا شده به اصطلاح نیروهای ضد ملی به اصطلاح اینا شده برانداز و اینا رو سرکوب میکنن، در صورتی که در بغل دست ساختمان ریاست جمهوری در خیابان پاسور اینا مهمانشون رو ترور میکنن و در ساختمانی چند طبقه که طبقات بعدیش هم مخالفان دیگه اسرائیلی هم وجود داشته به صورت نقطه‌ای رو مورد حمله قرار میدن که میخواستن و براش برنامه ریزی کردن. این بسیار بسیار نکته مهمی هست. این به ما نشون میده که اگر بخواهیم کار بکنیم بر علیه حکومت جمهوری اسلامی، این وزارت اطلاعات اون ابهتی که ادعا میکنه رو نداره. این سپاه پاسداران اون قلند قلدرم بلدرمی که میکنه هیچ قدرتی نداره، فقط به شرطی که ما بتونیم سازماندهی شده بتونیم با برنامه کار بکنیم و بتونیم بر علیه جمهوری اسلامی هماهنگ باشیم و بتونیم بر علیه جمهوری اسلامی پشت همدیگه بایسیم. باید پیش بینی بکنیم، با برنامه بریم جلو، باید هماهنگی داشته باشیم. به اصطلاح مثلا اگه قرار باشه اعتصابات بکنیم، باید بتونیم اون کسایی که اعتصاب میکنن رو ساپورت بکنیم.
اگر کسانی در خیابان هستن باید بتونیم اونا رو ساپورت بکنیم. باید برای اینها برنامه ریزی داشته باشیم و برای اینها ما باید تشکیلات داشته باشیم. برای تشکیل تشکیلات خودتون در بین خودتون خیلی زرنگ هستید، این کار رو انجام میدید. 4-5 تا دوست میتوانید این کار رو بکنید، مقدار مشخصی میتوانید آذوقه، چه میدونم آب، نمیدونم وسایل پانسمان، اینا رو آماده بکنید، در جاهای نگه بدارید برای همچین روزایی. پول احتمالاً برای خانواده کسانی که مثلا اعتصاب میکنن باید بتونید جمع بکنید. به هر حال این کارها رو میتوانید انجام بدید و مطمئن باشید که این وزارت اطلاعاتی که شما به این شکل دارید میبینید به هیچ عنوان توانایی این رو نداره، به هیچ عنوان شما رو شناسایی بکنه. تنها راهی که شما رو میتوانن باهاش شناسایی بکنن اینه که خودتون رو لو بدید، یا اینکه اشتباه تکنیکی بکنید، مثلا در سوشال مدیا اینا رو پخش بکنید، و یا اینکه تلفنی صحبت بکنید. اگر یک مقداری احتیاط رو رعایت بکنید، وزارت اطلاعات هیچ قدرتی ندارد، چون اگر قدرت داشت که خودش نیروهای خودش رو حفظ میکرد. قاسم سلیمانی شد در بغداد، نمیدونم فرماندهان دیگه شد در دمشق، مهمانش رو در تهران، رئیس ستاد حزب اللهش رو در بیروت از دست نمیداد. خب امیدوارم که سرتون رو درد نیاورده باشم، امیدوارم که شما هم به اندازه من خوشحال باشید از ترور، از کشتن تروریست ها و خونریز های مثل اسماعیل یعنیه، و امیدوارم که همیشه در شادی باشید. امیدوارم در روزی در ایرانی آباد و آزاد همدیگه رو از نزدیک ببینیم و با همدیگه جشن پیروزی ملت رو با هم شاهد باشیم و با هم درش لذت ببریم. به امید دیدار شما در ایرانی آزاد و آباد.